این مرحله ای هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه تو تشویق قرآن کریم هست افلا تعقلون عقلتون رو به کار نمیندازید افلا تفکرون همه حکایت حکایت عقلی عقل رو به کار بنداز من انسان ویژگی من انسان ببخشید ویژگی من انسان در این هست که عقل دارم اینی که من آقا این پیامبر عربا هست یعنی این انسان های مزخرفی که میان همچین حرفایی رو میزنن. یعنی چی؟ یعنی این آقا نمیخواد برای خودش ارزش قائل بشه عزیز من فرق تو هی... از حیوان چی هست؟ همین عقلته این عقله رو اگر از کار نیفتادی میگی آقا من بزم چون که از اهل بزا بودم نشد تو انسانی تو انسانی تو با این خاک گره نخوردی کی به تو اگر آیا به انتخاب خودت بود که نمیدونم در فلان جا از فلان پدر و مادر متولد بشی این در انتخاب تو نیست همه بندگان خداییم اینجاست که ما باید عقلمون رو به کار بندازیم وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومد رحمت للعالمین اومد برای تمام جامعه بشری اومد و در تمام در تلاش برای رسیدن به پیامبر نماینده ی ما سرمان فارسی رسیده بود به اونجا این این قدر الهی است، تقدیر الهی رو ببین و پیامبر اکرم صلی الله علیه و با افتخار به من و شما افتخار میکنه که اگر این دین اگر در سریا هم باشه در آسمون هم باشه مردانی از این سرزمین یعنی از ما به اون میرسیم همونطور که ببینید مؤمنانی که امروزه به سوی اسلام میان اینهایی که به آغوش اسلام میان این رشد بیدارگری که در جامعه فارسی زبان ما هست واقعا در هیچ جای دنیا ما همچنین رشدی رو کمتر به این پررنگی میبینیم در تاجیکستان ما یک نهزتی به سوی اسلام داریم که اصلا غیر قابل تصور تمام این دیکتاتورهایی است که اونجاست در افغانستان افغانستان ما تک تنها در مقابل تمام قدرت های جهانی ایستاده و مقاومت میکنه ایران ما که اصلا نظام وحشت کرده نمی این بسیار نظام پوشالین و جا... ولایت فقیه اجازه نمیده که آمار اهل سنت رو ما در کشور داریم باشته باشیم ببینیم که یک نهزتی پا شده و افرادی که به سوی اسلام راستین و به سوی پایبندی به قرآن و عرضش های ایمانی در حال حرکت هستند. این بیدارگری که در جامعه هست اینها رو به وحشت انداخته می که کجایی کدوم یکی از شبکه هایی که در کشور هست یا به زبان فارسی هست نظام ولایت فقیه این نمیدونم رژیم افلقی میاد و افرادی رو مزدور میکنه بهشون حقوق میده که فقط زنگ بزنید برنامه ها رو وقتشون رو بگیرید یا تلاش کنید که به صلاح برنامه ها رو منحرف کنید فقط برای چی؟ از چی میترسن؟ چرا وحشت کردن از به صلاح دو سه شبکه ای اسلامی؟ این این رشدی که در جامعه هست اینها رو به وحشت انداخته کانسکوزهشون رو داره جمع میشه و این وحشتی که اینها رو کرده ببینید که به این روز افتادن داده به بی... یعنی این خودش بیانگره وقتی که دشمن میاد این... با این قدرت با شما در میافته و علما رو شهید میکنه کسایی که محتدین رو شهید میکنه زندان ها رو ببینید چه خبره تو زندان ها ببینید در اهواز چه خبره در مناطق مختلف کشور چه خبره محتدین هر کسی که به سوی قرآن قرآنی تو دستش باشه آقا این داره قرآن حفظ میکنه داره قرآن میخونه همه میبینید که به زندان میفته که چی که وهابی شد آقا وهابی شده داره قرآن میخونه میدید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و این درس رو آخرین موردی که ما میخواهیم که رنگ پیامبری بگیریم عزیزان پیامبر آغاز دعوتش در دار ارقم بود یعلمهم الکتاب و یعنی پنجاه پنجاه است پنجاه, پنجاه درصد احتمام دادن به قرآن کریم پنجاه درصد دیگه احتمام دادن به مسائل وعظ و ارشاد و حدیث پیامبر سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مسائل تربیتی ارزش هایی که مطرح میشه و ما به جامعه اما پنجاه درصد فوکس کردن روی قرآن کریم این به ما رنگ پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میده مهمترین کتاب در سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم قرآن کریم هست وقتی شما سوره بقره رو میخونید با این روح که این یک گفتمانی است بین پیامبر و یهودیان وقتی سوره انفال رو میخونید این صحنه بعد رو در اونجا تماشا میکنید وقتی سوره آل امران رو میخونید و چکاچک حرکت پیامبر به سوی احد رو در اونجا میبینید وقتی سوره آل امران رو میخونید و اون گفتمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با مسیحیانی که از نجد اومد از نجران اومده بودن اونها رو مشاهده میکنید دیگه احساس میکنه طعم قرآن یه طعم دیگه است وقتی خوندنش به به این صورت که پیامبر و حرکت پیامبر رو در قرآن میبینید یه طعم دیگه داره وقتی که میایید سوره قرآن سوره ای رو به نام سوره محمد نامگذاری میکنه و حرکت پیامبر رو در قرآن شما میبینید و حرکت جغرافیایی قرآن حرکت پیامبر در بین مکه و مدینه رو برای شما به تصویر میکشی اونجاست که دیگه فهم قرآن از لذ از قرآن بیشتر لذت میبرید اینجاست که ما میگیم وقتی رنگ پیامبری بگیر یعنی چی یعنی با همگام با پیامبر در قرآن به حرکت در بیا. همراه با قرآن پیامبر رو بشناس وقتی میایی در قرآن و حتی در سوره های قرآن میبینید هر جایی که پیامبر هست قرآن اونجاست و هر جایی که قرآن هست پیامبر اونجاست سوره هایی که از مکه سخن میگه از قریش سخن میگه چرا چون که پیامبر در اون محیط داره قدم میزنه کسی میاد با پیامبر اون خانومی میاد که با پیامبر اون مشکلش رو مجادله میکنه بحث میکنه زداش بالا میره اینجا سوره مجادله میاد خود پیامبر تو خونش یکی موردی پیش میاد سوره تحریم میاد همه این حرکت پیامبر رو وقتی در قرآن میخونید واقعا تلاوت قرآن کریم لذتمند خواهد بود